بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. در کاوشی که اخیراً توسط تیمی از باستانشناسان ایرانی انجام شده، مجموعه از آثار تاریخی در اصفهان کشف شده که قدمت آنها از اوایل دوران اسلامی تا قاجاری تخمین زده می شود. این کشف در منطقه گذر کمرزرین اصفهان اتفاق افتاده. این گذر در قلب بافت تاریخی شهر اصفهان قرار دارد و شواهد مهمی از زیست دوره‌های تاریخی مختلف در آن کشف شده است. شهر باستانی اصفهان نه تنها به خاطر آثار تاریخی باشکوه خود، بلکه به خاطر حضور حیات بخش زاینده رو که از دیرباز زیبایی و حاصلخیزی اصیل خود را به این شهر بخشیده است، از ویژگی خاصی برخوردار است. اصفهان نام ماندگار نصف جهان را به خود اختصاص داده است که نشان می‌دهد دیدن این شهر دیدن نیمی از جهان است. شهری که با بناهای اسلامی همراه با پل‌های باشکوه در کنار هم آن را تزئین نموده است. بر اساس گزارش‌های دریافتی روز شنبه 8 اردیبهشت، آتش‌سوزی گسترده‌ای در شهرک صنعتی شمس‌آباد در جنوب استان تهران رخ داد. شهرک صنعتی شمس‌آباد بزرگترین شهرک صنعتی ایران است و وسعتی بالغ بر 3000 هکتار دارد. در این شهرک صنایع شیمیایی و پلاستیک، سلولوزی، نساجی و پوشاک، غذایی و آشامیدنی، برق و الکترونیک، فلزی و ماشین‌سازی تولید و ارائه می‌شوند. موقعیت مکانی شهرک صنعتی شمس‌آباد در کیلومتر 45 اتوبان تهران قم در مجاورت شهر حسن‌آباد، در فاصله 5 کیلومتری از فرودگاه بین‌المللی و فاصله 8 کیلومتری از اولین ایستگاه راه آهن تهران می باشد. منابع محلی در بدخشان از شیوع یک نوع بیماری ناشناخته تنفسی در میان کودکان و زنان در این استان خبر می دهند. منابع روز شنبه 8 اردیبهشت به رسانه‌های محلی افغانستان تاکید کردند که این بیماری از 3 روز به این سو در شهرستان خواهان افزایش یافته است. به گفته منابع تا کنون 80 کودک و 40 زن در پی مبتلا شدن به این بیماری به مرکز بهداشتی آن شهرستان منتقل شدند. سرفه شدید و درد سینه از نشانه های مبتلا شدن به این بیماری گفته شده است. عدم دسترسی به خدمات بهداشتی در این شهرستان دورافتاده بدخشان یکی از دلایل جدی شیوع این بیماری عنوان شده است.